هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر، بسیار خوشحال هستم که بازم یکی از نویسندگان و حتی شاعر جناب آقای امان الله واسعی را خدمت شما معرفی میکنم. البته شاید دوستانی که ایشان را میبینن حتما اینا را بشناسن، ولی برای ازی که خودشان خود را بیشتر معرفی کنن، میدم میکروفون به دست خودشان و خواهش میکنم که اول کتا خود را معرفی بکنن و بعدا اشعاری که سرودن خدمت ما و شما بینندگان عزیز تقدیم بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امان الله واسعی فرزند حاشیب الله عطار، متولد 1329 هجری شمسی در ولایت تهرات ناحیه دو. در سال 1344 پدرم به رحمت حق پیوست و بنده از ابتدای زندگی باید متذکر شم که مادرم را از دست داده بودم و مدت 5 سال به شکل غریبانه در دامن دایه بزرگ شدم. بعد دوباره به آغوش پدر بازگشتم و تحصیلات ابتدایی را در مکتب سیفی، متوسط را در لیسه جامی گذراندم. در سال 1348 بعد از موفقیت در کنکور در دانشگاه کابل یا پوهنتون در دانشکده ساینس در رشته بیولوژی یا زیست شناسی تحصیلات ادامه دادم و از اون دانشگاه در سال 1352 فارغ التحصیل شدم. من از ابتدای زندگی، از ابتدای نوجوانی به شعر و نویسندگی علاقه وافر داشتم، چنانچه بعضی اشعارم در اون سالهای نوجوانی در روزنامه اتفاق اسلام و مجله ماهانه هرات منتشر می شد. اما ذوق بیشترم از زمان آوارگی شروع شد در شهر غربت و احساسات من بیشتر جریه‌دار بود و مجبور شدم تا احساسات من در قابلش در قالب شعر و سمع بعضی دوستان برسانم. من یک مقدار از اشعارمو جمع‌آوری کردم به نام کتابی به نام نوید حریت، ولی متاسفانه نظر به مشکلات مالی نتونستم به چاپ برسونم و الان مجموعه تمام اشعار را گردآوری کردم که انشالله در آینده نزدیک به چاپ خواهم رساند. و در سال 1359 بعد از اینکه در مشهد مقدس پناهنده شدم، شروع به نویسنده اشعارم کردم و اینک تمام اشعارم در یک کتاب جمع‌آوری کردم که انشالله به چاپ خواهد رسید. نمونه از اشعارم در خدمت عزیزان عرض کنم. یک شعر به نام وطن است. شعر بخونم؟ شما از این شروع کنیم باز من قطع نکنم. شما خود شما درست میکنیم و تنظیم میکنیم. گر خدا خواهد چو آیم در دیارت ای وطن، با سرش که دیده می شویم غبارت ای وطن. مرغ دل پر می زند در آستان عشق تو، تا شود مست شمیمی مرغزارت ای وطن. زاده دامان مهرت این تن رنجور من، کی رود از خاطرم بانگ هزارت ای وطن. روح سرگردان من گه در هرات و کابلت، گه به غزنین و گهی در قندهارت ای وطن. خواجه انصار و جامی و سنایی زان توست، مولوی بلخی باشد یادگارت ای وطن. روزه شاه ولایت را ندیدم وای من، کور بینا می شود اندر مزارت ای وطن. در جوار تربت پاک رضا مستم، ولی دل بود مشتاق روی لاله‌زارت ای وطن. واسعی اندر زمستان گویدت این نظم را، در مشام می رسد بوی بهارت ای وطن. شعر دیگه هم که
بیشتر به می مسائل آوارگی ما مرتبطه، رنج ها و مشقت هایی که در دوران آوارگی کشیدیم، ایران به حضور برادر عزیز جناب آقای نجومی عرض می کنم. امشب بیا حکایت دوران سر کنیم، دست توسل به دعای سحر کنیم. امشب بیا ز دفتر تاریخ عمر خیش، فصل بخوانیم و غم دل تازه تر کنیم. امشب بیا به قربت آلاله های سرخ، رو سوی کعبه بر در آن دادگر کنیم. امشب بیا که شاهد خشم زمانه را، آغاز نامرادی و داغ جگر کنیم. چون مرغ بی پناه در این لانه تا بکی، در سوز و اضطراب شب خود بسر کنیم. عمریس بار منت و حرمان کشیده ایم، تا کی به اشک دیده یاران نظر کنیم. نه همدمی که بشنود ناله های ما، نه یاوری که زین تعب او را خبر کنیم. آن خاطرات تلخی که در دل نهفته است، با های های گریز دلها بدر کنیم. کی می شود که با دل آکنده از امید، کی می شود که با دل آکنده از امید، از کوچه های تنگ حوادث گذر کنیم. هر لحظه می رسد تو را واسعی سلا، بربند بار را که از اینجا سفر کنیم. قدم گذار به دل بیقرار من بنشین، قدم گذار به دل بیقرار من بنشین، چنور ما به شبهای تار من بنشین. به باغ خاطره هایم به صد کرشمه بیا، به پاس خاطر شب زنده‌دار من بنشین. گل جوانی من پایمال ناز تو شد، دم کنار من ای گل عذار من بنشین. شکوه خنده شو و بشکن این سکوت مرا، چو غنچه روی لب داغدار من بنشین. من آن پرنده عاشق به تیر صید تو ام، تو را قسم که بهر شکار من بنشین. زپا فتادم و چون ذره زیر خاک رهت، زروی مهر و وفا بر مزار من بنشین. بهار بی تو ندارد به واسعی ثمری، تو سبزشو به لب جویبار من بنشین.